سلام دوستان، با دوره آموزشی مدیریت پروژه و نرم افزار مایکروسافت پروژه در خدمتتون هستیم. این اولین جلسه از این دوره هست و خب تو این جلسه میخوایم با مفهوم پروژه آشنا بشیم و درک عمیقی رو از پروژه به دست بیاریم. خب همونطور که میدونین پروژه یک نوع از تولید هست، بنابراین اگه من بخوام خود پروژه و مفهوم پروژه رو خوب بشناسم، باید اول تعریفی از تولید رو بدونم و بدونم که چه جور تولیداتی دارم. خب تولید یعنی مجموعی از اقدامات و کارهایی که ما انجام میدیم تا یک سری ورودی که همون مواد اولیه و خام ما هستش رو گرفته و تبدیل کنیم به خروجی ها که همون محصول نهایی و چیزی هست که مد نظرمونه. خب این کار، این پروسه که اقداماتی رو انجام میده با صرف منابع، چه مصرفی و چه غیر مصرفی هستش. غیر مصرفی مثل انسان ها، ماشین آلات و غیره، مصرفی ها مثل حالا سیمان، رنگ، گچ، هر چیزی که مصرف میشه. خب این پروسه که این اقدامات و منابع رو برای تبدیل ورودی به خروجی انجام میده باعث میشه که یک ارزشی رو به مواد اولیه من اضافه بکنم و این ارزش هستش که مشتریان من بابتش پول میدن و خب با انجام این کار میگیم که تولید انجام شده. خب ما انواع تولید داریم. تولیدات رو بر اساس، اصولاً بر اساس تنوع محصولی که وجود داره و حجم تولیدی که انجام میشه تقسیم بندی میکنن. خب معیارهای مختلفی واسه تقسیم بندی تولیدات وجود داره. این دوتا معیاری که اینجا آورده شده معیارات اصلی هستش که در خیلی جاها تولیدات رو بر اساس اون تقسیم بندی کردن. خب در اول وقتی که من تنوع محصولم خیلی زیاد هستش و حجم تولیدم کمه، حدوداً میتونم بگم که یک دونه تولید دارم واسه بیشتر پروژه ها، و خب این یک باز است، یعنی از صفر، یعنی تنوع محصول یک و حجم تولید یک تا حالا تا یه مقدار مشخصی، خب ما تعریف میکنیم که اون جزء تولید پروژه قرار گرفته. بعد از اون تولید سفارشی هست که یک مشتری میاد سفارش میده و من بر اساس سفارش اون مشتری هم تولید میکنم و خب میبینین که یه همپوشانی بین تولید سفارشی و پروژه‌ای وجود داره، یه همپوشانی ادامه پیدا میکنه. پس از یک بازه شروع میشه و تا یه بازه دیگه‌ای من میگم تولید به صورت سفارشی بوده. خب در مرحله بعدی تولید به صورت دسته‌ای هستش. خب دسته یعنی چجوری؟ یعنی من وقتی که تولید میکنم یک سری از محصولات که ایجاد میکنم ویژگی های خاصی دارن که با هم مشترک هستن و اون ویژگی ها که اصلی هستن رو نمیتونیم تغییر بدیم. مثل خودرو، من مثلا خودرویی رو سفارش میدم مثل 206 که خب تعریف خاصی از اون داره، اما یک سری از امکانات اون رو میتونم تغییر بدم. خب این تغییرات رو که از درخواست مشتری حاصل میشه رو من میتونم تو تولید دسته‌ای داشته باشم و اصولا تو این قسمت تولید دسته‌ای و تولید سفارشی خط تولید من به صورت کارگاهی هستش، توی بازه ای، توی رنج. خب یعنی من توی خط تولیدم کارگاه‌های مختلفی دارم که میتونم این تولیدات رو انجام بدم. خب حالا جلوتر با مفهوم هر یک از اینا کامل‌تر آشنا میشیم. بعدش تولید پیوسته یا انبوه هستش که من یه خط تولیدی دارم که ورودی رو میدم بهش و خروجی رو میگیرم ازش، یه پروسه انجام میشه و انسان کمترین دخالت رو داره و من خروجی رو ازش میگیرم و تعداد تولید محصول من خیلی زیاده و تنوع محصولم کمه. من یه نوع محصول و یه جور محصول رو، خب یک نوع محصول رو به تعداد خیلی زیادی تولید میکنم، مثل نوشابه که ویژگیاش همه یکی هستش و بر اساس درخواست مشتری تغییر نمیکنه و اگه بخوایم تغییری توش اعمال کنیم باید خط تولید رو عوض کنیم. اما تو پروژه من تنوع محصولم زیاده و خود محصولم شاید یه دونه تولید میکنم، خب یک دونه از اون محصول تولید میکنم، ولی این تنوع خیلی زیادی داره، مثلا 100. من نمیتونم بگم که وقتی یه صدی رو تو یک جایی تولید میکنم با یک صد دیگه که تو یک جای دیگه تولید کردم مشابه. درسته خیلی از چیزاشون شبیه هم هستش، اما مهمترین چیزی که نقطه بیولوژیکی اون هستش و نقطه جغرافیایی اون هستش تفاوت داره توی پروژه. خب پس من دو نوع محصول مختلفی رو دارم تولید میکنم.
خب حالا بیایم تک تک این تولیدات رو با هم دقیق‌تر بشیم و نگاه بکنیم تا درک عمیق‌تری رو از اونا بگیریم. توی تولید انبوه یا پیوسته من یک محصول خاص رو خب به تعداد خیلی زیادی دارم تولید میکنم، همونطوری که تو این شکل میبینین و شکلهایی که هستش، من همه اینا یه محصولن ولی حجم تولید خیلی زیاده. خب این تولید نیاز به یه سری تسهیلات یعنی ماشینالاتی رو داره که خودکار انجام میدن، یعنی انسان بیشتر حد بازرسی رو داره. اگه تو اینجا توجه کنین انسان داره اینجا بیشتر بازرسی میکنه و تو اینجا تو این شکل خیلی معلوم تره. من یه دستگاهی دارم که خط تولید منه، ورودی رو بهش میدم و خروجی میگیرم و اصلا دیگه انسان کاری به غیر از شاید بازرسی نداشته باشه. خب توی تولید انبوه کامل یعنی کاملا پیوسته باشه، خب مثل این شکل، خب کاملا پیوسته است که بیشتر مایات جریان دارن. خب اینجا هم مثلا وقتی که من سیم مسی دارم تولید میکنم، اولشون ذوب میکنم و بعد به سیم تبدیل میکنم دیگه و مایع جریان داره. و خب معروف ترین مثال های کاملا پیوسته نفت و گاز ها هستن که به صورت مایع. پس تولید پیوسته رو با هم متوجه شدیم که چیه. بعد تولید دسته هست که دسته یعنی من دسته ای از محصولات رو دارم تولید میکنم که ویژگی های مشابهی دارم. مثلا این خودروی بی ام و رو در نظر بگیرین. خب این خودرو یه مارک بی ام و یعنی یک مدل از بی ام و هستش که حالا بر اساس درخواست مشتری ها ممکن حالا داده باشه یا اینکه که تعدادی از اون تولید میکنه بدون اینکه درخواست رو گرفته باشه. حالا خودرو خیلی بیشتر به تولید مثلا سفارش هم میتونه نزدیک باشه، مخصوصا خودروهای کلاسیک. خب مثلا مثل فراری یا لامبورگینی اینا رو بر اساس درخواست مشتری خیلی وقتا حتی درست میکنن. حالا توی تولید دسته‌ای ما ویژگی های اصلی محصولمون مشابه هم. مثلا خودرو بی ام و این مدل نوع خاصش یه سری ویژگی های اصلی داره که مشابه تو همه اونا، اما یه سری امکانات بیشتری رو میدن به مشتری که میتونه اونا رو انتخاب بکنه. مثلا توی ایران واسه آینه‌های بغل ما متفاوت باشه هم یه امکان سفارشی داره که مدل به خصوصی رو واسهشون میزنن، ولی خب میتونیم به نظر بگیم که سفارشی سازی شده اونجا. خب پس تو سر یه سری از ویژگی‌های خاص من میتونم تغییرات رو توی اون محصولم بدم و یکی از ویژگی‌هاش اینه که توی خط تولیدم همونجوری که اینجا مشاهده می‌کنین من کارگاه مانند دارم. می‌بینین کارگاه کوچیکی رو دارم که افراد دارن توی اونها کار می‌کنن. خب و دیگه مثل اون تولید انبوه نیستش که یه دستگاهی رو گذاشته باشم از اول تا آخر کارخونم و ورودی رو بدم و خروجی بگیرم. به صورت کارگاه کوچیک کوچیک در کنار هم دارن کار میکنن. خب و تو اینجا تسهیلات بیشتر نیمه خودکارن، یه مقدار دستی انجام میشه مثل اینجا و مقداری دیگه توسط دستگاه داره انجام میشه. خب یا مثلا اینجا میتونیم مشاهده بکنیم، یا اینکه خب خیلی جاها شاید اصلا کامل دستی باشه مثل اینجا که دارین مشاهده میکنید. خب تولید سفارشی چجوریه؟ تولید سفارشی اینه که من واسم نمیصرفه از قبل چیزی رو تولید کنم، سفارش میگیرم و بر اساس اون سفارش میام تولید میکنم، که اینجور تولیدات خیلی به پروژه هم میتونن نزدیک باشن و تکنیک های مدیریت پروژه که حالا جلوتر میبینیم میشه ازشون استفاده کردش. تو این تولید سفارشی من اول سفارش رو از مشتری میگیرم، بعد یا اینکه ممکنه حالا یه تعداد محدودی هم تولید بکنم، مثلا اینجا یه تعداد محدودی کشتی های قایق های پیشفرض تولید شده. خب ولی اصولش اینه که من سفارش رو دریافت میکنم. خب پس سفارش رو دریافت میکنم و بر اساس اون سفارش میشینم اونو درست میکنم. و خب ناگهان مثلا اینجا هواپیما یه تولید سفارشی هستش که البته یه سری ویژگی های مشترکی تو کل هواپیماها وجود داره، ولی خیلی به درخواست مشتری هم وابستگی داره و خیلی از امکانات رو میتونیم بر اساس نیازهای مشتری تغییر بدیم، مخصوصا هواپیماهایی که واسه افراد معروف میسازن و خب پولدار میسازن که میتونن اونا رو خرید کنن. تو اینجور تولیدات دستگاه ها اصولا دستی و نیمه دستی هستن و خب خیلی مهارت انسانی اونجا وجود داره و ازشون استفاده میشه. مثلا اینجا میبینین که مردم خیلی دارن در حال تعدادشون زیاده و دارن کار میکنن توی این خط. خب مثال اون مثل هواپیما، کشتی ها و
خودروهای مثلا مدل بالای مثل فراری یا لامبورگینی و موارد دیگه هستش. بعد تولید پروژه‌ای هستش که من کاملا باید یه تعهد و قراردادی رو ایجاد بکنم با مشتری، خب، و بر اساس اون تعهد که نیازهای مشتری رو توش سنجیدم بیام محصولم رو تولید کنم و به مشتری بدم. پس نیازهای مشتری حرف اول رو توی پروژه ها میزنه و خب تسهیلات دستی و نیمه دستی هستن و مثلا ما جوشکاری رو باید بیایم با وسیله جوشکاری مثلا انجام بدیم، نمیتونیم یه دستگاه جوشکاری داشته باشیم که محصول واردش بشه. و اصولا ما بر روی محصول داریم کار میکنیم، یعنی محصول من اینجا هست، این پلی که اینجا میبینین محصول من هستش و آدما میان روش کار میکنن و محصول ثابته. توی قبلی ها هر چی که جلوتر میریم توجه کنین، الان اینجا محصول در جریانه، خب اینجا هم نسبتا محصول و آدم با هم دارن کار میکنن و در جریان هستن، اینجا محصول ثابته و آدم ها دارن میان روش کار میکنن و خب یه مقدار بازش کمتر از البته پروژه هستش و اینجا دیگه محصول من کاملا ثابته، من محصولم نمیتونم تکون بدم، خودم باید برم اونجا، انسان ها باید برن اونجا و کار بکنن. خب حالا که با مفهوم تولید آشنا شدیم، حالا بیایم ویژگی های پروژه رو بررسی کنیم. خب پروژه با توجه به اینکه یک جور تولید هست، خیلی از ویژگی های تولید رو داره و خب ما میخواییم بر اساس تولیدی که الان شناختیم یه سری موارد مختلفش هم ببینیم. خب پروژه منحصر به فرد، جدیده و غیر تکراری، یعنی اینکه من یک پروژه خاص رو، یک محصول خاص رو که تا الان تولید نشده میخوام تولید بکنم و دیگه داپلیکیت هم نمیشه، تکراری از اون وجود نداره، مثل یک صد. خب من شاید هواپیما اگر میسازم دوباره همون مدل رو هم واسه یک مشتری دیگه بسازم، چون اون تولید سفارشیه. اما واسه پروژه اصیل من دیگه چیز تکراری وجود ندارم. مثلا یک پل که میسازیم بر اساس نقاط جغرافیایی خاصیت اون پل متفاوته و تا حالا شبیه اون ساخته نشده و خب شاید درگیری متفاوتی داشته باشه. پس یه کار جدیدی هستش که داره انجام میشه. وقتی که پروژه رو انجام میدم یک نتیجه عینی باید به دست بیارم که تو قالب محصول یا خدمتی که بتونم اون رو ببینم خب باید تحویل مشتری بدم. پس یک کار نیستش، به صورت یک فعل نیستش، به صورت یک محصول، یک شی، یک چیزی، یک خدمتی هست، یه چیزی هست که میتونم ببینم نتایج اون، میتونم اونو لمس کنم و یا حداقل نتایجش رو مشاهده کنم. خب بعد این سینگ موقتیه، یعنی که یک شروع پایانی داره. من یه پروژه رو استارت میکنم، شروع میکنم به کار کردن و بعد تمومش میکنم و تحویلش میدم. خب پس این موقتیه، نقطه شروع پایان مشخص داره و زمان اون محدوده، نامحدود نیست. وقتی که من یک سدی رو میسازم شروع میکنم به ساختنش، پس از اینکه پروسه ساختش تموم شد و سد آماده تحویل شد، این محدود بود تا الان. خب یه زمانی گذشت و محدود شد. از اونجا به بعد چون حاصل اون چیزی که حاصل شده یک سد هست و ما فرضمون اینه که سد به صورت نامحدود داره کار میکنه، خب البته نامحدود که نمیشه در نظر گرفت، بالاخره تو یه بازی از زمان ممکنه سد تخریب بشه و نیاز باشه که حالا یکی جدید بزنن یا اصلا کلا اون منطقه حالتش عوض شده باشه. اما چون انقدر طولانیه، بهره برداری از سد انقدر طولانی میشه، اون رو نامحدود در نظر میگیرن. پس بهره برداری از سد نامحدوده، اما ایجاد سد، پروژه ایجاد سد محدوده. پس ساختش یک پروژه است، بهره برداریش دیگه یک پروژه نیست، فرایندی هستش که داره ارائه خدمات میده. خب بعد از اون من پروژه رو باید بتونم بشکونمش به کارهای مشخص و غیر تکراری که حالت گسسته دارن. خب پس پروژه باید شکسته بشه. بر فرض مثال شما ساختمونی رو میخواییم بسازین، میتونین این ساختمون رو به طبقات مختلفش تقسیم بندی کنین، هر طبقه رو حالا به آیتم های مختلفش تقسیم بندی کنین و بگین که من این کارش رو شروع میکنم، مثلا اول به فوندانسیون میرسم و میام مثلا فوندانسیونش رو انجام میدم، پس تونستم یک ساختمون رو بشکنم و به فوندانسیون برسم. خب پس بستای کاری مشخصی رو میتونم واسه پروژه تعریف کنم که زیر مجموعی از اون پروژه هستن
و هر کدوم بر همین اساس زمان محدودی دارن و روابط وابستگی خاصی بینشون هست. یعنی اول من باید یک کاری رو انجام بدم و سپس یک کار دیگری رو. یک نوع رابطه است. خب روابط رو حالا بعدا بیشتر با هم میبینیم. پس یک روابطی هم بین این کارها وجود داره. خب یا باید همزمان آنها رو شروع کنم. خب بعد واسه اینکه این کارها انجام بشه منبع هم لازم دارم. پس هر کدوم از این بستای کاری شبیه پروژه های کوچیک شده هستن. پس من پروژه اصلیم رو کوچیک میکنم به پروژه های کوچیکتر که اسمشون بستای کاری هست. و در نهایت من بودجه دارم، یک بودجه رو واسه این پروژه مصرف میکنم که محدوده، یه مبلغ پولی رو واسش کنار گذاشتم، حالا احتمالی هست ولی به هر حال محدوده. خب و میتونم یه پیش بینی ازش داشته باشم، بگم مثلا یک ایجاد یه چنین ساختمانی 1 میلیارد هزینه داره بر فرض مثال. خب و این 1 میلیارد رو باید یک حمایت کننده مالی داشته باشم خب که بتونه انجام بده. پس اینم ویژگی‌های پروژه. حالا ما کجا از تکنیک‌های مدیریت پروژه استفاده می‌کنیم؟ همونطور که ملاحظه کردین من یه چنین نموداری واسه انواع تولید داشتم. خب پروژه بر اساس ویژگی‌هایی داشتش متفاوت از این نوع تولیدها بودش. و تکنیک‌هایی که واسه مدیریت کردن انواع پروژه استفاده میشه توی این رنج قرار می‌گیرن. یعنی من کل پروژه‌ها رو می‌تونم باش مدیریت کنم. بخشی از محصولاتی که به صورت سفارشی هم تولید میشن مثل هواپیما و کشتی‌ها رو هم می‌تونم مدیریت کنم. پس این دو تا قسمت رو من از تکنیک‌های مدیریت پروژه استفاده می‌کنم. قسمت‌های بعدی از تکنیک‌های مدیریت تولید هستن. این مدیریت تولید رو خب من می‌تونم خب خیلی البته بست زیادی می‌بینین که محدوده بزرگی رو پوشش داده، به خاطر همین گستردگی بیشتری هم داره و انواع اقسام تولیدهای سفارشی، تولید دسته‌ای و انبوه یه سری تکنیک‌هایی داره که اشتراکات زیادی با هم دارن، ولی خب باعث میشه که تمایزات‌های زیادی هم داشته باشن. و همینطور که توجه می‌کنید در نهایت تکنیک‌های مدیریت تولید و مدیریت پروژه با هم اشتراکی‌هایی هم دارن که می‌تونیم از این اشتراک‌ها خیلی جاها استفاده کنیم و بهره ببریم. که حالا کسانی که با مدیریت تولید هم آشنا هستن و مدیریت پروژه هم یاد میگیرن میتونن از این دو قابلیت رو خیلی جا اقدام کنن و توی تولید مثلا سفارشی از اون استفاده کنن. که این استفاده مدیریت پروژه تو تولید دسته‌ای و انبوه وجود نداره، ولی خب بعضی وقتا شاید از یه سری تکنیک های کوچیکش بشه استفاده کرد. خب حالا پروژه ها تو کجای سازمان هستن؟ وقتی که من یک سازمانی رو دارم میخوام پروژه ها رو باسش ایجاد بکنم انجام بدم چجوری هست؟ خب اول از اینکه سازمان خب یا یک سیستم یا یک نظام مجموعی از فعالیت ها هستش که در راستای رسیدن به یک هدف مشخص دارن کار میکنن، درسته؟ این هدف مشخص حالا هرچی که هستش میشه از طریق مدیریت استراتژیک به دست آورد. یعنی از این طریق به دست میاد، هدف گذاری میشه و من یک سند راهبردی رو ایجاد میکنم که افق 20 سالم یا 5 سالم تو اون مشخص شده. خب یادمون باشه یک سازمان حتما یک شرکت تولیدی نیست یا یک شرکت خدماتی. خب هر انسان هم یک نظام هستش و یک سازمان هستش و شما به صورت خودتون به صورت شخصی هم میتونین یک سند راهبردی تهیه کنین و به این که من تو 20 سال دیگه میخوام به کجا برسم. واسه تهیه سند راهبردی یا سند استراتژیک از تکنیک‌های مدیریت استراتژیک استفاده میشه که حالا جایگاهش تو این دوره ما نیستش و در موردش بحث نمی‌کنیم و فقط بدونیم که تو یک سازمان اول سند راهبردی اون ایجاد میشه یا واسه خود شخص اول میاد هدف‌های بلند مدتش رو تعریف میکنه و وقتی که هدف‌های بلند مدتش تعریف شد میاد برنامه‌ها و پروژه‌ها رو بر اساس اون اهداف تعریف میکنه و اولویت بندی میکنه. که برای اولویت بندی و تصویب اون از تکنیک‌های تصمیم گیری MCDM و مهندسی ارزش استفاده میکنه. بعد از اینکه پروژه‌ها اولویت بندی و تصویب شد، حالا باید اون‌ها رو اجرا کنیم. واسه اجرای اونها ما از تکنیک‌های مدیریت پروژه استفاده می‌کنیم که تکنیک‌های مدیریت پروژه به طور خلاصه توی این فرایندی که حالا قبلا هم با هم دیده بودیم خلاصه میشن. خب واسه اجرای پروژه ها ما اول فرایندهای آغازین رو داریم، بعد این سه فرایند برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل رو داریم که با هم دیگه در تعامل هستن و بعد از اینکه تموم شد و کنترل نهایی رو انجام دادیم پروژه آماده تحویل و اختتامیه هستش.
که در جلسه بعدی ما وارد بحث تکنیک مدیریت پروژه میشیم و این گام کلی رو بخش بندی میکنیم و ریستر نگاه میکنیم و بر اساس استاندارد PMI و خب دیگر مرجعها میایم گام های عملی این مدیریت پروژه رو با هم دیگه مشاهده میکنیم. خب امیدوارم که این جلسه واسهتون مفید واقع شده باشه و استفاده برده باشین. تعریف پروژه خیلی اهمیت داره و وقتی که مفهوم اون رو به خوبی درک کرده باشیم و یاد گرفته باشیم، میدونیم کجا از این تکنیک ها استفاده بکنیم و چطور از اونها استفاده کنیم و اون وقت بهره‌وری بهتری رو از این دانش خواهیم بردش. امیدوارم موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.